به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر جهان، امیدوارم شاد و سلامت باشید. خب در این برنامه میخوام کلیپی از ترامپ پخش کنم که اونجا داره هشدار میده به بازگشت کووید و میخوام بگم اگر که در آمریکا اینها اینو آغاز کنن، سرتاسر دنیا رو دوباره میگیره این توطئه و جنایتی که توسط گلوبالیستا انجام شد به بشریت. خب میرم این کلیپ ترامپ رو پخش میکنم و براتون ترجمهش رو میخونم و بعد باهاتون گفتگویی دارم. بریم ببینیم که ترامپ چی میگه اینجا. حالا فکر نکنیم که من از ترامپ خوشم میاد، این همونی هستش که در واقع تروریسته، عملیات تروریستی انجام داد. اما از اینکه بگذریم که نمیشه هم به آسونی ازش گذشت اصلا و ابدا، اما حرفایی رو داره میزنه که باید یه هشدار بزرگ باشه به ایران و به در واقع مسئولین بهداشتی ما، وزارت بهداشتمون. ببینیم چی میگه. خب گوش میکنیم، یک کلیپ کوتاه من میذارم به انگلیسی حرفاشو بزنه، بعد ترجمهشو براتون میخونم، ترجمهش کردم. The left-wing lunatics are trying very hard to bring back COVID lockdowns and mandates with all of their sudden fear-mongering about the new variants that are coming. Gee whiz, you know what else is coming? An election. They want to restart the COVID hysteria so they can justify more lockdowns, more censorship, more illegal drop boxes, more mail-in ballots, and trillions of dollars in payoffs to their political allies heading into the 2024 election. Does that sound familiar? These are bad people. These are sick people we're dealing with. But to every COVID tyrant who wants to take away our freedom, hear these words: we will not comply. So don't even think about it. We will not shut down our schools. We will not accept your lockdowns. We will not abide by your mask mandates. And we will not tolerate your vaccine mandates. They rigged the 2020 election, and now they're trying to do the same thing all over again by rigging the most important election in the history of our country, the 2024 election, even if it means trying to bring back COVID. But they will fail because we will not let it happen. When I'm back in the White House, I will use every available authority to cut federal funding to any school, college, airline, or public transportation system that imposes a mask mandate or a vaccine mandate. Thank you very much. خب. این از ترامپ. چی داره میگه؟ داره میگه دیوانه های جناح چپ دارن با هراس افکنی در مورد سویه های جدید کووید که در راه است محدودیت‌ها و قرنطینه‌ها را باز می‌گردانند. می‌دونی در انتخابات چه چیز دیگری در راه است؟ آنها می‌خواهند دیوانه بازی کووید را از سر بگیرند تا بتوانند قرنطینه‌های بیشتر، سانسور بیشتر، صندوق‌های غیرقانونی بیشتر، صندوق رأی میگه، ارسال برگه‌های رأی بیشتر، تریلیون‌ها دلار بازدهی برای متحدان سیاسی خود را که در آستانه انتخاب 2024 هستند توجیه کنند. آشنا به نظر نمیاد؟ اینا آدمای بدی هستند، اینا بیمار هستند. ما با ظالمان کووید که میخواهند آزادی ما را بگیرند سر و کار داریم. این سخنان را بشنوید. ما تابعیت نخواهیم کرد. پس اصلا بهش فکر نکن. ما مدارس خود را تعطیل نخواهیم کرد. ما قرنطینه های شما را نمیپذیریم. ما از ماسک شما تبعیت نمی کنیم. ما دستورات واکسن شما را تحمل نخواهیم کرد. آنها در انتخابات 2020 تقلب کردند و اکنون با تقلب در مهمترین انتخابات تاریخ کشورمان در انتخابات 2024 تلاش می‌کنند دوباره همان کار را تکرار کنند، حتی اگر به معنای تلاش برای بازگرداندن کووید باشد، اما شکست خواهند خورد.
اجازه نمی دهیم این اتفاق بیفتد. وقتی به کاخ سفید برگردم، ببینین چقدر خودش مطمئنه، میگه وقتی به کاخ سفید برگردم از تمام اختیارات موجود خود برای قطع بودجه دولت فدرال برای هر شرکت هواپیمایی، کالج، مدرسه یا سیستم حمل و نقل عمومی که دستور ماسک یا دستور واکسن را به مردم تحمیل کند استفاده خواهم کرد. از شما تشکر میکنم. خب این بودش حرفای آقای ترامپ در این کلیپ. حالا ببینین، من بسیار متاسف خواهم شد اگر که ببینیم یه چنین چیزی در آمریکا پا بگیره و مطمئن باشین که اونا شروع کنن، اون گلوبالیستا و اون جنایتکاران کووید این جریان رو شروع کنن، دوباره روزی از نو همه اونا از سر گرفته میشه. چرا؟ من فکر میکردم که در واقع جمهوری اسلامی ایران میاد و پیشگام میشه و علیه این بیشرفان و اینهایی که در این ایجاد کووید دست داشتن و در ساخت و سازش دست داشتن و برای اینکه این رو در واقع به جون مردم دنیا بندازن دست داشتن، بیان یه اجماع جهانی ایجاد کنن علیه اینها، علیه اون مصوبانش، علیه افرادی مثل فاوچی، مثل برخی از این سیستم ها و دولت سیستم ها و حتی میخوام بگم این سازمان بهداشت شیطانی و تمام اینها. و در واقع نه تنها چنین چیزی انجام نشد، بلکه کشور ما هم، مسئولین ما هم اومدن و مردم رو اجبار کردن به خیلی چیزها. و برای مثال میخوام بگم که اومدن یه کارایی کردن که محیط زیست رو در و داغون کرد، اومدن مایعات سمی ضدعفونی کننده به پیاده روها و جاهایی که مردم تردد میکردن تزریق کردن، اومدن واکسن هایی رو که تست نشده بود ولو اینکه برکت باشه، ولو اینکه واکسن هایی باشه از حالا میخوام بگم ویروس ضعیف شده یا ویروس کشته، اینها رو در واقع واکسن ازش درست کردن. اما موضوع سر اینه که اینها تست نشده بود. واکسن رو معمولا چندین سال تست میکنن روی حیوانات، بعد که به یه نتیجه معقول و منطقی میرسن اون موقع میان رو آدم ها تست میکنن. اما واکسن رو بی‌محابا زدن به مردم و تزریق واکسن های تست نشده، تزریق واکسن های ناکارآمد مثل حالا فایزر که گندش در اومد، برخی از این واکسن ها اصلا کاربردی نداشتن و در واقع عملکردشون چند درصد بیشتر نبود. خودشون اومدن گفتن شاید 30%، یعنی یک کسی که خود بیماری کووید رو گرفته ایمنی خیلی بالاتری در بدنش ایجاد میشد. در واقع استفاده از داروهایی که بعد مثلا در اروپا قدغن شد، اسمشو نمیخوام اینجا بیارم. من از این آقای ترامپ بسیار دلخور هستم و بسیار ازش بدم میاد برای کار شنی که کرد. سردار دلهامون رو ترور کرد، به دستور او ترور شد. حالا گرچه اون کسانی که دوروبرش بودن از وزیر، حالا میخوام میگم از مشاور ارشدش گرفته تا وزیر امور خارجه است و تمام این شیاطینی که دورش کرده بودن، اون رو متقاعد کردن که این کار رو بکنه و در نهایت دستور نهایی رو اون داد و ما هرگز نمی بخشیمش برای این کار شنی که انجام داد، این تروری که انجام داد. اما اینجا موضوع سر این نیست، موضوع سر اینه که اون شیاطین و اون گلوبالیستا و اون جنایتکاران دوباره میخوان یک کووید جدیدی رو علم کنن و مردم دنیا رو به بردگی بگیرن. هدف نهایی چیه؟ هدف اونها با این کارها و با این داستانها اولا پول کلون میسازن، بعدش هم حاکمیت مجازی هست و حاکمیت بر کل جهان. این اهدافی هست که داشتن و دارن و ادامه خواهند داد. من امیدوارم که کشور ما این دفعه هوشمندانه تر و هوشیارتر با این موضوع برخورد بکنه و نیان بگن که هنوز برای ما در واقع ثابت نشده که این
یه توطئه بود یا دستساز بود یا نمیدونم این داستانا که من شنیدم از برخی از مسئولینمون. امیدوارم که هوشمندانه تر برخورد بشه. در صورت این یک هشدار بود و یه هوشیاری از طرف ترامپ به مردم، نمیخوام بگم فقط به مردم آمریکا که الان در پروسه انتخابات هستن سال آینده، ولی در هر صورت به مردم جهان. خب عزیزان من، عضو کانالا بشین، پسند رو فشار بدین و به اشتراک بگذارین. خیلی مهمه نظر کارشناسی کارشناسانه خودتون رو بنویسین از تجربیاتتون با حالا با هرچی که بود با کووید. فعلا که شرش از سرمون کوتاه شده، اما میخوان دوباره برش گردونن. با عشق بر عاشقان ایران در پناه حق باشین و با آرزوی عمر طولانی برای رهبر عزیزمون و روان سردار دلهامون شاد. سلام بر قاسم و لعنت بر ترامپ. این رو همیشه گفتم و دوباره میگم. خدا نگهدارتون.